میشه گفتش که ساده ترین بخش کار آقای عبادی جذب اتفاق نظر این کشورها است در مورد همه کرسی که در اقلیم کردستان شاهدش بود. متشکرم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه از یوسکولای در فنلاند. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارشش درباره 6 ماه نخست سال 2017 میلادی گفت نگران اعدام‌ها در ایران و نقض حقوق اقلیت‌های دینی و قومی است. خانم جهانگیر همچنین از افزایش فشار بر مدافعان حقوق بشر در ایران گفت و از آزار و اذیت روزنامه‌نگاران از جمله کارمندان بخش فارسی BBC و خانواده‌هایشان خبر داد. بهمن کلباسی که در این جلسه حضور داشت گزارش می‌دهد. خستین گزارش عاصمه جهانگیر به کمیته سوم سازمان ملل که همه کشورهای جهان در آن عضوند. نماینده ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در نزدیک 1 سالی که این مسئولیت را به عهده گرفته 2 گزارش منتشر کرده و در آنها از شدت گرفتن نقض آزادی ها و حقوق اولیه شهروندان در ایران ابراز نگرانی کرده است. در طول سال من با تعداد زیادی روزنامه‌نگار دیدار کردم، از جمله تعداد زیادی که در بخش فارسی BBC کار می‌کنند. آنها از آزار و اذیتشان از سوی ماموران حکومت گفتند. در بعضی موارد خانواده‌هایشان بازجویی و تهدید شدند که اگر فرزندانشان به کار در BBC ادامه دهند با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. آنها همچنین کارمندان BBC را از فروش اموالشان محروم کردند. او در حاشیه این نشست در سازمان ملل هم بر این پیام تاکید کرد و گفت زندانی کردن فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران از فاحش‌ترین نمونه‌های نقض حقوق بشر در ایران است و حاشا کردن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی هم مشکلی را حل نمی‌کند. مقام های ایران میگویند ما اصلا زندانی سیاسی نداریم، اما در واقعیت سیاستمدارانی در حبس خانگی هستند. بسیاری دیگر هم در زندانند فقط به خاطر اینکه از حقوق بشر دفاع کردند یا به خاطر اینکه خواستار اجرای عدالت شدند وقتی حقوق شهروند دیگری نقض شده است. من امیدوارم مقام های ایران متوجه باشند که گام های خیلی کوچک برای بهبود وضع کافی نیست. این آزادی همه زندانیان سیاسی و اصلاح رفتار دستگاه قضایی است که می تواند وضع را تغییر دهد. دیوید کی، گزارشگر ویژه دیگر سازمان ملل که مأموریتش دفاع از حق آزادی عقیده و بیان در همه کشورهاست، هم از نقض گسترده این حقوق در ایران انتقاد کرد و گفت امیدوار است صدای نهادهای بین‌المللی به گوش مقام‌های جمهوری اسلامی برسد. این امکان وجود دارد که چون مأموریت من شامل همه کشورها می شود و نگرانی از نقض حقوق شهروندان در همه کشورها از مصر تا چین تا ترکیه تا دیگران را طرح می کنم، مقام های ایران هم قدری بیشتر به اعتراض های من توجه کنند. محمد حسنی نژاد، دیپلمات ایرانی حاضر در جلسه، اما این انتقادها را رد کرد و با اشاره به انتخاب مجدد حسن روحانی گفت گزارش خانم جهانگیر بی پایه و اساس است. The people of Iran once again freely and peacefully chose their destiny in May 2017. مردم ایران آزادانه و در آرامش سرنوشت خود را در انتخابات دموکراتیک ریاست جمهوری بهار امسال تعیین کردند. انتخاب مجدد آقای روحانی که در شعارهایش قویاً بر حقوق بشر تاکید کرد، نشان می‌دهد که مردم ایران خواستار دفاع از حقوق بشر در داخل و گفتگوهای سازنده با خارج هستند. با این وجود، ایران هر سال اینجا هدف این بازی بی‌اعتبار سیاسی قرار می‌گیرد. گزارش عملکرد مقام‌های ایران به ویژه دستگاه‌های قضایی و امنیتی در نقض گسترده